انفجارهای خورشیدی ابرهای عظیمی از ذرات پروتون و الکترون را به زمین می‌فرستد. این ابرهای باردار می‌تواند سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌های برق را مختل کند و حتی به تجهیزات الکترونیکی صدمه زند. ولی معمولاً این تشعشعات خورشیدی توسط کمربند تابش ون آلن که در واقع یک میدان مغناطیسی است، جذب می‌شود. این تابش‌های خورشیدی ولی هنوز می‌توانند به ماهواره‌ها صدمه زنند. ناسا در سال 2012 برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد این کمربند مغناطیسی زمین، دو کاوشگر فضایی به نام کاوشگر ون آلن را به فضا پرتاب کرد. ابتدا من شک داشتم اطلاعات شگفت‌آوری به دست آوریم، ولی ساختارهایی را دیدیم که انتظارش را نداشتیم. کاوشگرهای ون آلن کشف کردند نه تنها دو لایه باردار زمین را احاطه کرده، بلکه گاه لایه سومی نیز ایجاد می شود و این سه لایه گاه نواحی بارداری را تشکیل می دهند که نوارهای گورخری نام گرفته. اطلاعات این کاوشگران به دانشمندان کمک می کند مدل کامپیوتری را برای پیش بینی شرایط جوی در فضا ایجاد کنند. اگر انفجارهای خورشیدی را مشاهده کنیم و بتوانیم میدان مغناطیسی ناشی از آن را محاسبه کنیم، آن وقت می توانیم پیش بینی کنیم که کمربندهای تابشی زمین چگونه با آن واکنش نشان می دهد. در نتیجه به هنگام انفجارهای خورشیدی برای جلوگیری از صدمه آن به ماهواره‌ها یا شبکه‌های برقی و اطلاعاتی می توان آنها را موقتاً خاموش کرد.